دستگاهی با تکنولوژی پیشرفته برای تامین امنیت اماکن مختلف. تنها کارخانه تولید دستگاه‌های بازرسی اشعه ایکس در ایران هست. البته فراتر برای رصد کالاهای ورودی به داخل کشور. دهنه دستگاه برای ابعاد 180 سانتی متر در 180 سانتی متر هست، برای پالت‌های تا وزن 5 تن قابل اسکن هستند و دوال ویو هست، یعنی دو تا تصویر همزمان به شما میده در دو جهت مختلف. دستگاه هایی که به نام ایکس ری شناخته میشوند و در این واحد تولیدی با دقت بالا ساخته میشوند. محصولات ما رو از لحاظ کیفی با محصولات اروپایی مقایسه میکنن و از لحاظ قیمتی با محصولات چینی. وقتی میخوام بخرم میگم باید کیفیت اروپایی داشته باشه و قیمت چینی هست. اینجا و در این تولید دانش محور هم که کاملا داخلی است، واردات تولید کننده را مستأصل کرده. الان ورودی دستگاه ایکس ری رو که بخوایم سیر کنیم فکر کنم در سال 200 تا 300 دستگاه وارد کشور میشه حداقل، و اونم فقط به خاطر کمبود اعتباراته، وگرنه بیشتر از 23,000 دستگاه ما حداقلش همین الان کمبود ایکس ری داخل کشور وجود داره. در صورت که شما سالی 50-60 دونه فقط ازتون میخرن و تولید میکنید، درسته؟ بله بله. در حالی که نمونه دستگاه ایکس‌ری در اندازه های مختلف در این کارخانه تولید میشود، اما همچنان بهانه برای واردات بسیار است. توامندی کیفی بچه ما کم از نیروی خارجی نیست، یعنی هیچ کم نداری. حالا حمایت به اندازه‌ای که باید باشه نیست، ولی خب اگه حمایت باشه میگم ما از قطع خارجی بهترش هم زدیم تو این کار. نکته تأمل برانگیز این که متخصصان ایرانی در این بخش میتوانند هر گونه دستگاه‌های بازرسی ایکس ری را در اندازه‌های مختلف بسازند، اما سفارشی از سوی داخلی‌ها نمی‌رسد. مشغول طراحی ایکس ری خودرویی که کارگو مشهوره، قابلیت اسکن کامل خودرو، طراحی بس تحقیق توسعهش کامل توسط معاقین داخلی انجام شده، تو همین واحد طراحی تمام محاسباتش انجام شده. تمام اینا طراحی از صفر بوده، به غیر از شرکت خودمون قابل نفوذ برای شرکت ها قطعا نیست، چون قفل گذاری ها رمز گذاری های خاص خودش رو داره. اگه تحریم های داخلی، ببخشید از این لفظ استفاده می‌کنم، تحریم های داخلی سوی مدیریت ها برداشته بشه و اعتماد کنن به توان تولید داخلی، فرمایشات آقا کاملا محقق میشه، رونق تولید شکل میگیره. جالب اینجاست که مجوز این کارخانه صادر شده و سازمان انرژی اتمی تولیداتشان را تایید کرده است، اما متولیان تولید و تجارت کشور به راحتی مجوز واردات میدهند و تعداد بسیاری از متخصصین و دانشمندان این رشته را بیکار میکنند. اگرچه قوانین زیادی درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل وجود دارد، اما همچنان واردات بی‌رویه این محصولات تیشه به ریشه تولید داخل زده. به نظر می‌رسد اگر مصرف کالای ایرانی به یک باور تبدیل نشود، همچنان مرغ همسایه قاز است.